چه شکلیه؟ چه امکانات تفریحی داره؟ چه تفریحاتی میشه توش داشت؟ همش یه شکله؟ فرقی داره اگه از این ور کشور به اون ور کشور سفر کنیم؟ سری تفریحات ایرلند و کشف ایرلند برای اینه که شما یه تصویر درست و متفاوت از ایرلند ببینید. تصویری که اکثرا فکر میکنیم او همه جا یه شکله. من میخوام بهتون جاهای مختلف با تصاویر مختلف تو این سری نشون بدم. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. سری این ویدیوها به این خاطر که وقتی که من ویدیوهای یوتیوب رو شروع کردم همه اومدن گفتن که چرا فقط داری اطلاعات میدی، ما اصلا تصویر درستی از ایرلند نداریم، دوست داریم بدونیم که چه شکلیه، دوست داریم بدونیم زندگی کردن توش چه شکلیه، چه امکانات تفریحی داره. و اگر که با من همراه بوده باشین از ابتدا تا به الان میبینید که من سعی کردم که اول ویدیوها یه دیدی تصاویری از دابلین، از کتابخونه ها، از دانشگاه ها، از جاهای مختلف ایرلند بدم. ولی چیزی که به ذهنم رسید این بود که من خودم خیلی اهل سفرم. من و علی تقریبا هر جا بریم شروع میکنیم به کشف کردن. کشف کردنمون معمولا از موزه ها و گالری ها شروع میشه تا کوه و پارک و ادونچر سنتر ها و هر جایی که بتونیم به کشف کنیم معمولا میریم. سعی میکنیم که یه بودجه ماهانه در نظر بگیریم برای اینکه یک تجربه به تجربه های قدیمیمون اضافه کنیم. امروز که نه، دو روز پیش تصمیم گرفتیم بیایم یه نقطه ای رو کشف کنیم که یکی از نقاط قشنگ ایرلند. حالا مشخصا این نقطه خیلی معروفی نیست، ولی اگر که در مورد ایرلند بیشتر مطالعه کنید حتما اسم ویکلو به گوشتون میخوره. اگر که در مورد جاذبه های تفریحی یه تحقیقات کوچیکی داشته باشید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ویکلو واقعا جای قشنگیه. و حالا من دوباره شروع میکنم سفر، نقطه به نقطه ویکلو رو میگردم و سعی میکنم فیلماشو بذارم، به خاطر اینکه ارزش دیدن واقعا داره. امروز اینجایی که من هستم توی کانتری ویکلو، یعنی اطراف ویکلو هستش، یه کمی فاصله داره با شهر ویکلو، تقریبا یک ساعت، و اسمش ویل آف آواکا هست. خیلی نقطه قشنگیه، نقطه سرسبزیه، منو یه کمی یاد شمال میندازه، یه کمی شاید قشنگتر باشه. البته نه، خب خیلی جاها توی شمال ایران هست که واقعا همینقدر ناب یونیک، خیلی دست نخورده مونده. متاسفانه یه اتفاقی که افتاده اینه که خب خیلی از جاهای کشور ما واقعا منابع طبیعی از بین رفته، ولی اینجا خیلی جاها یونیک بکر مونده و تجربهش، کشفش خیلی لذت میده با آدم. جایی که الان نشستم اسمش Meetings of Water و در واقع همونطور که از اسمش برمیاد جاییه که دو تا رودخونه به اسم آوانمور و آوانبک به همدیگه میرسن و توی یه محلی به اسم آوکا، یه ویلیجی به اسم آوکا جاری میشن. این ویلیج انتهای این رودخونه و اگه که از سمت این ویلیج حرکت کنید میرسه به یک نقطه به اسم آرکلو، یه شهریه که پایین تر از ویکلوه و خیلی منطقه دیدنیه، منطقه توریستی شده این ویل آف آوکا. و یه آهنگ خیلی خیلی قشنگ وجود داره برای این ساختن، برای این Meetings of Water. من مطمئن نیستم که بتونم بذارمش روی ویدیو به خاطر اینکه ممکنه کپی رایت داشته باشه، ولی اگه شد میذارم، ولی اگه نشد حتما لینکشو میذارم توی دسکریپشن،
حتما برید گوش کنید. آهنگ به شدت آرامش بخشیه و خیلی قدیمیه. این نقطه خیلی همونطور که گفتم نقطه معروفیه. اگر که برید تحقیق کنید میبینید که قبلا یه سری ویدیو، یه سری سریال ساختن هر تاتوش و سریال ها قشنگ رنگ‌های بالای 7 IMDb داره. یعنی من رفتم بررسی کردم دیدم واقعا رنگ ها هم خیلی بالاست، با اینکه خب سریال های قدیمیه. منطقه به شدت توریستیه، چند تا مموریال پارک داره، یکیش مموریال پارکیه که برای جنگ جهانی از دست رفتگان جنگ جهانی اوله. خیلیاش مموریال پارک هاییه که به یاد کسانی ساختن که این منطقه رو منطقه توریستی کردن. حتما از اینجاها بیشتر براتون ویدیو میذارم، از سفر دو روزامون بیشتر ویدیو میذارم تا یک تصویر قشنگتری از نقاط مختلف ایرلند ساخته بشه براتون. امیدوارم که دوست داشته باشین. بدونید که این سری ویدیوها واقعا بنا به درخواست شماست و سری هست که میتونه به شما کمک کنه که با ایرلند و جذابیتاش و تفریحاتش آشنا بشید. تصمیم بگیرید که آیا ایرلند مقصد گردشگری، شاید مقصد زندگی مناسب برای شما هست یا نه. امیدوارم که همراه باشید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، یادتون نره سابسکرایب کنید. همراه باشید که با هم دیگه ایرلند رو کشف کنیم.